پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در سخنان روز یک شنبه اقدام آن دسته از افراد را که با نادیده گرفتن هشدارهای مقامهای پزشکی در دوران کنونی بحران کرونا در تعطیلات سال نو و کریسمس به سفر رفته اند مورد انتقاد قرار داد. در روزنامه ها مطلبی خواندم که سخت اندوهگینم کرد. در کشوری که اسمش را به خاطر ندارم برای دور زدن محدودیت ها و رفتن به مسافرت در تعطیلات تنها در یک بعد از ظهر بیش از 40 هواپیما مسافرانشان را جابجا کردند. آنها آدم‌های خوبی هستند، اما به فکر کسانی نبودند که به دلیل تعطیل شدن کسب و کار دچار مشکلات اقتصادی شدند و یا بیمارند و در خانه‌های خود ماندند. آنها فقط در فکر سفر تعطیلاتی و سرگرمی بودند. این خودخواهی مرا به شدت آزار می‌دهد. پاپ به نکوهش کسانی پرداخت که خودخواهانه در بحران جاری مشکلات اقتصادی و بهداشتی دیگران را نادیده می گیرند. ما نمی دانیم سال 2021 برای ما چه خواهد آورد. اما آنچه که یکایک ما و همه ما می توانیم بکنیم تلاش برای بنای خانه مشترکمان و مراقبت از دیگران است. هرچند این وسوسه وجود دارد که فقط به فکر خودمان باشیم و زندگی پر عیش و نوشی داشته باشیم و یا حتی به جنگ ها ادامه دهیم. اما نباید فقط برای ارضای خواست های خودمان تلاش کنیم، بلکه این وسوسه است که وجود دارد. واتیکان سیتی تا کنون دست کم 27 مورد ابتلا به کووید را در مقر پاپ ثبت کرده است. واتیکان در این مورد که پاپ اعظم در برابر کرونا واکسینه شده است یا نه اظهار نظری نکرده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.